رئیس سازمان حج و زیارت ایران طی اظهاراتی گفت تصور ما این است که بتوانیم برای هر زائر از بانک ها تسهیلات ارزان قیمت 5 میلیون تومانی در نظر بگیریم این موضوع در استانها و دفاتر زیارتی در حال پیگیری است و برخی از آنها امکاناتی در این رابطه از بانک های محلی و استانی آماده کردند. رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه از 23 آبان اعزام زائران به عراق آغاز شد افزود امیدواریم بتوانیم برای هر زائر از بانک ها تسهیلات ارزان قیمت 5 میلیون تومانی در نظر بگیریم. تاکنون کمتر از 20 هزار نفر ثبت نام قطعی برای اعزام در دفاتر خدمات زیارتی استانها داشتند. گفتنیست مسئولان مربوطه در ایران به جای باز کردن مسیر زمینی سفر به عراق سعی دارند با فراهم کردن زمینه اعطای وام پنج میلیونی به زایران تلاش کنند بر تعداد زائرانی که به زیارت می روند بیافزایند اما واقعیت این است که هزینه سفر هوایی به قدری بالاست که حتی وام 5 میلیونی هم نمی تواند از سنگینی بار هزینه ها بکاهد و به نظر می رسد تنها راه تسهیل مسیر زیارت برای زائران ایرانی باز کردن مسیرهای زمینی است